خب بذار بهت یه خبر خوب بدم. من راه افتادم تو راهم با قطار. از صدا معلومه که تو راهی. من نشونی محل خدمتمو برات میفرستم که اگه فرصتونستی بیای اونجا. یه خود شبیه هم شدیم کلا. البته من بیشتر شبیه تو شدم ها. با اعظم کار خیریه میکنم. اومدم اینجا پرستاری. دمتون گرم. بعد دیگه به زن داداشم گفتم کانکس و اینا رو برداری بیاره اینجا. با داداشم قرار کانکس بردارم بیارن اینجا. باریکلا دوباره. ممنونم از این خونه که بهنام قرار بسازه خیلی عیب داره. من بهش گفتم باید این عیبا رو برطرف کنه. ولی به من گفت اصلا دخالت نکن. فقط امضا کن. من بهش گفتم امضا نمی کنم. دعوا تو شد؟ سرت داد زد؟ نه دعوامون نشد. منو ترسونده. اگه احیانا یه بار دیگه منو یه مأموریت بفرستن یه جای دور یه راه دور مثل این دفعه میای پیشم؟ آره چرا که نه. تو میخوای حتما بهش بگی امضا نمی کنی دیگه؟ آره خب آره حتما بهش میگم. خیلی خب پس سعی کن که اینو حتما توی راه بگی. نذار برسیم به تهران. همین که راه افتادیم بهش میگم. این اولین قدم زدن رسمی ماست. ما قراره با هم سالها راه بریم، قدم بزنیم، پیاده. درسته که یلا و یحیی با هم این سفر رو شروع نکرده بودن و با هم نیومده بودن، اما حالا با هم از این سفر بر میگشتن و با هم داشتن سفر رو به پایان برسوندن. انگار تازه داریم دوباره یه سفر رو شروع میکنیم. این برای ما فقط برگشتن نیست، مثل رفتن میمونه. آخر یه سفر نیست، ابتدایی یه سفره. میدونی اینا بازم میشن؟ قبول دارید که تموم شد؟ چی تموم شد؟ دعوامون. از بندم به شما علاقه مندم. البته به یه چیزی هم دارم فکر میکنم. بگم به چی؟ جان من یعنی میدین من دارم به چی فکر میکنم؟ این چیزی که من دارم فکر میکنم بهش خوبه یا بده؟ تا خوبه. نه اینطوری که نمیشه. یه چیز دیگه راجع به این فکر من بگو. تصمیمه الان نگاه نکن. ببین من اون چیزی که تصمیم من بوده تو ذهنم بوده رو برای پیامک کردم. تو حالا بگو من حدس میزنی من چی تصمیم من بهش فکر میکنم. خیلی خوب گوشی تو بده. تعلق نکنی.
سیم کارتشو در رو بنداز تو گوشی که من به تدیه دادم. فکرت همین بود که جان من اون پیامه کنم سیم کارتو بندازم تو گوشی اهدایی یلدا جان. از کجا ات زدی؟ من هی به گوشیم نگاه میکردم ها. من به شما توجه دارم. آره خب انصافا بیشتر از اون حدی هم که من به تو توجه میکنم تو من توجه میکنی یا نمیکنی؟ مامان بزرگم به این میگفت توجه گیری. توجه گیری چیز خوبیه. الو مینا سلام. سلام یادو خوبی؟ یعنی سلام میرسونه بهت. قربونت برم شما هم سلام برسون. یلدا جان گوش کن، من امروز میخواستم دریا رو ببرم تحویل بدم به لیلا. آخه چند روز دریا پیش من بود، بهرام به من زنگ زد گفت امروز هم پیش خودت باشه. حالا چند روزه که میخوام دریا رو ببرم پیش لیلا، بهرام هم هی همین میگه. فکر کنم اینا خیلی رابطهشون وضعیتش مشخص نیست، نامعلومه. اصلا آدم نمیفهمه داره بینشون چه اتفاق میفته. منم راستش دیگه نمیتونم دریا رو نگه دارم. دریا هم خودش خیلی دوست داره بره پیش لیلا. پیش من باشه درست بند نمیشه. گفتم به تو بگم تو بگیری بچه رو. بالاخره پیش تو بهتر میمونه. ببین من برسم تهران میام دریا رو ازت میگیرم. خب باشه دست درد نکنی. ممنون. خداحافظ. خداحافظ. ازدواج داداشت با نامزدش منتفی شده؟ نه منتفی نیست، با هم اختلاف دارم سر امضای اون ساختمون آشغال. داداش بی‌لیاقت من. به چی داری فکر میکنی؟ به نگه داشتن دریا؟ اگه لازم باشه پیش ما بمونه تردیدی ندارم که موافقم، اما فکر الان من موافقت نیست. فکر الان من اینه که کاش همه چی یه جوری میشد که دریا پیش پدر و خانواده خودش بمونه. کاش یه خبر خوب میرسید که دریا باید پیش پدر خودش بمونه. نهایتاً نشه که دریا پیش پدر خودش باشه و اون خبر خوب هیچ وقت نرسه، نه یلدا و نه هیچ کس دیگه حتی یه لحظه هم نباید این فکر رو بکنن که ممکنه من نخوام دریا پیش ما باشه. من همیشه آمادم. تو اولین فرصت بعد صندلی بچه رو بذارم تو ماشین. آره خانم هم خیلی سلام برس. یحیی همیشه داوطلب بود، حالا مثل همیشه، اما این بار صلاح در اتفاق بهتری بود و یحیی برای دریا اتفاق بهتر میخواست. داره سربازی من آسون میشه، همه چی داره برای ما آروم میشه. کاش یلدا بتونه یه کاری کنه که زندگی برادرش را بیفته تا دریا هم بره توی زندگی آروم. مطمئنم زندگی ما برای دریا به آرومی زندگی با پدر خودش نیست. میدونم که دریا الان اونا رو بیشتر از من دوست داره. بهرام بهت زنگ میزنه که بیاد دریا رو ازت بگیره ببره. خب خیلی خوب، خوب ازش نگهداری کردی؟ آره حسابی. حتی زد دلتنگی میکرد. یه بچه داری هم خوبه. آره خوب، زود ازدواج کن، بچه دار شو، بچه داری کن. ازدواج میگم اگه تو نگرش نمیداری من نگرش میدارم. اصلا میخوای به بهرام هم بگو که مینا نگرش میداره. نه نه گلم لازم نکرده، دریا پیش ما میمونه. دریا
داداش، ولی من بعید میدونم که لیلا و بهرام با هم زندگیشون بشه. آره منم همینطور. دریا بریم بودو بودو. لیلا جون که ببین هنوز معلوم نیست که بابات با لیلا جون ازدواج کنه، فعلا پیش ما میمونی. خب قطعا معلومه کی داره کیو از دست میده. این برادر منه که داره لیلا رو از دست میده. اینجایی لیلاست که خالیه. برادر منه که قدر نمیفهمه. هنوز دنبال امضاست. هنوز گیج پوله. خوبی بابا؟ ممنون خوبه. چایی میخوری یا قهوه؟ من چیزی میل ندارم. دریا جون بله عمه جون برو تو اون اتاقی که تلویزیون داره. یه چایی برای تو بریزم. نمیخورم، میگم نمیخورم. بیا بشین. خب بگو چی کار داری؟ و چرا اینقدر تون حرف زنی؟ تو لیاقت زندگی خانوادگی نداری. میخوای بگی دریا رو نگه دار؟ تو لیاقت بچه هم نداری. من برم. یلدا بشین کارت دارم. بشینم که قانعم کنی لیاقت زن و بچه داری؟ کارات واقعا خجالت آوره. بساز ساختمون آشغال، بساز پول درآر. بین زن و بچه و ساختمون آشغال، ساختمون آشغال پول رو انتخاب کن. میخوام یه مدت دریا رو پیش خودت نگه داری. ببینی که کم گیجم، اوضاعم ریخته به هم. تو دلت چوره دریا رو نزنه. راحت واسه خودت پول در بیار. خیلی ممنون. به من نگو خیلی ممنون. نگه داشتن دریا وظیفه منه. من وایستادم که دریا واسه همیشه پیش من بمونه. تو هم واسه خودت تو پول بلول بدبخت. دریا عمه. بله عمه جون. عمه جون آماده شو بریم. خوب بریم. آره خدافظ بابا. میخوای بری بابا؟ آره مرسی. بریم. خدافظ. خدافظ. یحیی به تهران بازگشته بود. حالا محل خدمت سربازی اون بیمارستانی از بیمارستان‌های نظامی در تهران بود. فکر به خونه و خانواده برای یحیی جدی‌تر شده بود. و حالا مهمترین فکر خانوادگی برای یحیی دریا بود. یحیی من ناامید نیستم که لیلا دوباره با برادر من آشتی کنه. بعد منتظر خبر خوب آشتی لیلا و بهرام بمونیم. حدسم اشتباه نبود. اما انگار اون زندگی برگشتنی نیست. انگار دریا باید پیش ما باشه. باید برای دریا برنامه داشته باشم. باید هم آماده نگه داشتنش برای همیشه باشم، هم آماده این که از پیش ما بره. منتظر خبرم ازت یلدا. خبر خوب. یا از تو اطمینان دارم که مشکلی با دریا نداری، ولی میدونم که تو هم دوست داری یه بچه پیش بابای خودش باشه. ولی یحیا اگه اون خبر خوب نرسید تو واقعا مشکلی نداری که دریا پیش ما بمونه؟ موافقی برای اینکه دلگرم شه امروز ببریمش خونه و بهش بگیم بیا و اتاق انتخاب کن برای خودت؟ ایشون مرخصه. سلام. خسته نباشی. چی مشکل؟ کجاست؟ خیلی دراز بکشید. پاساف صاف. خبر خوب به هم نرسید. از آشتی خبری نیست. مثل یه پدر واقعی باش براش. چشم به راه و منتظر رسیدن زن و فرزندت. سلام. سلام روی ماهیتون. خوبی دریا جان؟ بله
بفرمایید. امروز برای من روز بازیه، پس ناشیانه بازی نکن. هرچند که دریا قصه دار و ساکته، اما تو همه سعی خودتو بکن. دریا جون، به من نگفتی آخر قرار کدومی که از این اتاق مال تو بشه ها؟ کدومش؟ وسطه یا اون یکی؟ دریا؟ برای شب آبساز خریدی؟ آخ آخ، اگه بدونه من براش چی گرفتم، اگه بدونه. وای وای، بیا اینجا، فقط چشتو ببندی. آخو چی خریده برات یحیی جون؟ چشما بسته؟ بسته، باز نکنی ها، زیر چشی هم نگاه نکن. وای حباب ساز، یحیی جون از کجا میدونست تو از اینا دوست داری؟ میدونه دیگه. یحیی جون از کجا میدونست تو حباب ساز دوست داری؟ من میدونم، من به تو فکر میکنم. دریا، منم مثل تو غمگینم. هر دومون از یه موضوع غمگین هستیم، از اینکه تو پیش پدرت نیستی. منم مثل تو حوصله بازی رو ندارم، اما نباید بی‌حوصله باشم. خب یه بازی دیگه، این یکی رو دیگه دریا خیلی دوست داره. مثلا ما یه جای پول قایم کردیم، یحیی جون باید بره پول رو پیدا کنه و با پول چیکار کنه؟ برامون یه کیک گنده بخره، شم بخره، بادکنک بخره. پس اینجا اینجا نیست، یعنی خیلی دوری. دریا بیا دیگه. دریا کمک رو کمکت حساب بکنم. آها ضربه ها داره تندتر میشه. دریا بیا، داره نزدیک میشه، بیا دیگه. همیشه حوصله زیادی برای بازی و سرگرم کردن بچه ها داشتم، اما این بار انگار کاملا بی استعدادم. دریا منو ببخش که امروز نمیتونم خوشحالت کنم. ایداد بیداد توی اتاق خالی کجا ممکنه باشه؟ ای شیطونا، تو دیوار قایمش کردین. آره منو به خاطر اینکه نمیتونم برات جذاب باشم، برای اینکه نمیتونم خوب باهات بازی کنم ببخش. من فقط دارم سعی میکنم که تو دلگرم باشی و نگران نباشی و بدونی که ما برای تو هستیم. بذار کمی فکر کنم. توی اتاقی که خالیه، بعد یه کمدم داره، توی اون کمدم یه جعبه خوشگله، پس توی کمد توی اون جعبه خوشگله است. حالا امه جو من حوصله ندارم. صدا تو شنیدم دریا، که گفتی حوصله ندارم. روم نمیشه دوباره الان بیام پیشت. حالتو میفهمم. منم دلم میخواد یه گوشه بشینم و فقط آرزو کنم که کاش همه چی برای تو درست‌تر از اونی بشه که از پس ما برمیاد. چرا یحیی نمیتونه خوب بازی کنه؟ چرا حواسش پرته؟ میدونم که این از روی لطف بشه، نه اینکه دریا رو دوست نداشته باشه. قطعاً چون دوست داره که دریا پیش پدر خودش باشه تا پیش ما حالش اینطوریه. کاش که زودتر اون خبر خوب به گوشمون برسه. کاش که داداش بی‌لیاقت من قدر لیلا رو بفهمه. نگرانم که یحیی هیچ وقت درست نتونه حامی دریا باشه. خودش داره سعی میکنه خودش رو همراه نشون بده، اما منم امیدوارم زودتر اون خبر خوب برسه، چون پدر واقعی یه چیز دیگه است. بش بشه بش بشه بازی بکنی؟ بش بشه دریا، بش بشه دریا، دریا نگاه کن چه خوشگله. ببین ما اینجا سه تا اتاق داریم، خب؟ تو کدومو برمیداری؟ این وریه، وسطیه، اون وریه، ها؟ هم یلدا و هم یحیی تا رسیدن خبر خوب رضایت بازی میکردن. انگار هر دو میدونستن که فعلا فقط میخوان دریا دلگرم باقی بمونه. اما حال دریا حال دیگه ای بود. اتاق چه رنگی باشه؟ اصلا رنگ داشته باشه یک کاغذ دیواری؟ همون نرم
میخوام پیش بابام بمونم. اتاق نمیخوام. یلدا نباید از من دل سرد بشی. با من تماس نمیگیری و بهم خبر نمیدی؟ حتی دیگه با دریا دنبالم هم نمیای؟ یه نفس یلدا از یحیی خواسته بود که بی ملاحظه نظرشو درباره موندن دریا بگه. یلدا به یحیی گفته بود که شاید خبر خوبی در کار نباشه. و امروز واقعا روز سکوت یلدا بود. نه خبر خوب که هیچ خبری و تماسی از سمت یلدا به یحیی نرسیده بود. من منتظر خبر خوب نمیمونم. خبر خوب خودش میرسه. من باید داوطلب باشم. یلدا جان، وقت من برای خودم تمام شد. امروز هیچ تماسی با من نگرفتی تا خبر خوبو بدی. مهم نیست. سکوت امروز تو برام معنا داشت. حالا منم که به تو زنگ میزنم تا خبر خوب رو بدم. حواسم بهت هست یلدا، تو نگرانی، نگران رضایت من. حالتو میفهمم، نمیذارم نگران باشی. دیگه هیچ وقت شمارتو فراموش نمیکنم، چون تو رو مرور میکنم، به تو دقت دارم. نمیذارم از من دل سرد و ناامید بشی. باید روی من حساب کنی. یحیی تصمیم قطعی خودشو گرفته بود. وظیفه اون تا رسیدن خبر خوب فقط خدمت و حمایت و ایجاد امیدواری بود. خدمت و حمایت برای خانواده و امیدواری به رسیدن خبر خوب و امیدواری به یلدا. هم باید مواظب امیدواری خودم، هم مواظب امیدواری یلدا باشم. نباید یلدا احساس کنه معنی حال این روزای من اینه که دوست ندارم دریا پیش ما باشه. یلدا باید بفهمی که من حواسم بهش هست. سلام، لطفاً پیغام بگذارید. سلام یلدا جان، تماس گرفتم یه چیزی بگم که خب حالا پیغام میذارم برات. حقیقتش شاید من اشتباه کنم، یعنی اصلا امیدوارم که اشتباه کنم. امیدم از برادرت از دست دادم نسبت به این مسئله. میخواستم بهت بگم که من فکرمو کردم و کاملاً مطمئنم. اصلا میخوام که در مورد نگه داشتن دریا تردید نداشته باشی. باشه خانومم، نگران نباشم. الو سلام داشتم رانندگی میکردم، ببخشید. ببینی یلدا جان، ببخش گفتم به برادرت امیدوار نیستم، اما خب به هر حال امیدوار نیستم. نه بابا، منم امیدوار نیستم. به هر حال نگران نباشم. یعنی ناامیدم نیستم. یعنی چی؟ ببین من میرم دنبال دریا، از مهدورش میدارم میام پیش تو، بریم با هم دیگه دوری بزنیم دریام دلش باشه. خب خوبه، پس بمون بیمارستان. خب دریا این فیلم رو خیلی دوست داره. دریا یادته با هم دیگه با یحیی جون رفتم این فیلم رو تو سینما دیدیم؟ نه یادم نمیاد، حتما کوچولو بودم. خب ایرادی نداره، من اون موقع ازت عکس گرفتم، یه چند تا عکس خوبم شده. حالا اون عکس‌ها رو بهت نشون میدم، شاید یادت بیاد. ممنونم. خواهش میکنم. باید فقط به وظیفه‌ای که ممکن بود برام پیش بیاد فکر میکردم. یلدا یه مقدار از من نگران شده بود. بله. الو دری جون، منم بابا بهرام. سلام بابایی. سلام دختر گلم. بابا قربونت برم، گوشی نمیده به هم بیرد. بابا برامه؟ آره امیر. الو سلام. سلام یلدا جون میخوام باهات خصوصی صحبت کنم. اگه شوهرت میشته میشه بده یه جایی که کسی نباشه صحبت کنی؟ خب یه دقیقه میزنی بقیر همینجا؟ هر جا میشه.
خیلی ممنون. احساس میکنم قرار خبر خوب رو بشنوم. انگار قرار بود فقط من یه درس بگیرم و بیشتر به یلدا نزدیک شم. مطمئنم این تماس همون خبر خوبه. میدونی من توی مدت ازت یه عالمه عکس انداختم، میخوای اون عکس رو برات چاپ کنم، یه آلبوم درست کنم، یه آلبوم خوشگه. به نظر من که آلبوم خیلی خوشگلی میشه. جونم؟ الو یحیی جان، من باید الان دریا رو ببرم پیش بهرام. به نظرم قراره یه خبرایی بشنویم. باید تنها با دریا برم. میخواستم ازت خواهش کنم با دریا خدافظی کنی. باشه قربونت، فقط حالا یه خبر خوب و قرار خوب دیگه ها؟ امیدوارم. آخه حال بهرام با قبل فرق داشت. خوشبینم. ایشالله باشه قربونت. بیا بیا. ممنونم ازت. دریا جون، من باید جایی برم. بعد شما و عمم الان قراره برین یه جای خیلی خوب. کجا؟ همه میاد، خودش وسط میگه کجا میخوای بری. خوبه؟ اومدنی برام عکس من بیار. به چشم، حتما خانوم عکسات هم میاره. بهش گفتم که حالا قراره بهش بگی که کجا داره بری. باش قربونه. سلام برسون. مرسی. ببخشیدا. راست میگه، میخواییم بریم یه جایی؟ همه جون بجه خوب یه یا جون آره راست میگه بس. آره عزیز، هم میخواییم بریم پیش بابات. بهرامی که خانواده رو فهمیده باشه، بهرامی که فهمیده باشه پول باعث برنده شدنش نمیشه، فهمیده باشه پوله که داره شکستش میده، بهرامی که از عاقبت دخترش ترسیده باشه. دریا؟ بله. بیا با نقاشی تو ببینم. آفرین. برو کلیه بکش. این الان فیلم جدیدته، به نقاشی کودکان علاقمند شدی؟ ببین چه نقاشی کشته. این باباشه، اینم مامانشه، اینم خود بچه هست. بعضی ها چه روح لطیفی دارند. مسخره نکن، میخوام دریا پیشم باشه. خود تنهایی؟ پیام دادم به لیلا که بیاد اینجا تو باش حرف بزنی. من میرم. من واسه تو هیچ کاری نمی کنم. یلدا وایسا. ها چه بگو؟ بهش بگو هر جا که صلاح میدونه و درسته این ساختمانو بسازه. اصلا حرف حرف اون، من هیچ بحثی ندارم. فقط بهش بگو برگرده. من میخوام با اون بچه رو نگه دارم. نه نگرد. الو لیلا کجایی؟ رسید. من رفتم. من دم ساختمون منتظرتم. خدا لیلا آفرین که موفق شدی. وایسادی و امضا نکردی تا بهرام بفهمه که مردم و خانواده چقدر از پول براش مهمتره. تا حالا فرصت گیرش نیومده بود اینو بفهمه. تو این فرصت رو بهش دادی. حالا تو همسر و مادر این خانواده ای. یه همسر و یه مادر تاثیرگذار. روزها همیشه معمولی نیستن. اخبار جدید، احوالات جدید به وجود میاره. برای یحیی روزا تا همین چند روز پیش معمولی و تکراری بود، اما اخبار جدید یحیی را درگیر موضوع تازه‌ای کرده بود.
اخبار درگیری و رویدادهای مناطق مرزی روزهای یحیی را به روزهای دیگه تبدیل کرده بود. اخبار مناطق مرزی برای اون روزهای تازه‌ای ساخته بود. اخبار رو برای چی میشنویم؟ میخوایم خبر داشته باشیم که چی بشه، که فقط در جریان باشیم؟ نمیشه فقط خبر داشت، نمیشه فقط در جریان بود و هیچ کاری نکرد. خبردار شدن برای آماده بودنه، برای اقدام کردنه. آقا یحیی، چرا این روزا اینقدر حواست پرته؟ چرا صدات میکنم نمیشنوی؟ خودت هم میگی که حواست پرته. حواست پرته چیه؟ مشکلتون چیه؟ نگو حواسم پرته. تا وقتی اینجا هستی حواستو جمع کن. اگه میخوای با حواس پرت کار نکنی، برو جایی که حواست جمع اونجا باشه. الان در فقط اونجا باش. یحیی پیگیر اتفاقات مناطق مرزی شد. درخواست کرد تا اونو بیشتر در جریان وقایع بذارن. میخواست بیشتر خبردار باشه. همکارای من، هم خدمتیای من دارن جایی خدمت میکنن که خیلی فرق داره با جایی که من هستم. اتفاقاتی براشون میفته که ما اصلا متوجهشون نمیشیم. من خودم خواستم که برام یه اطلاعاتی از منطقه مرزی بفرستن. برای اون صدا و تصاویر رسید که باعث تأثیر و احساس خشمش شد. بعد بیشتر در جریان قرار میگرفت. نباید اخبار فراموش میکرد. بعد چند باره و چند باره تصاویر سربازا و همکار پزشک خودشو میدید که اسیر دست دشمن هستند. آقای دکتر ریاضی سلام، یه فایل صوتی براتون میفرستم. این صدای پیامیه که اشرار بعد از درگیری و اسارت سربازای ما رسانه ای کردن. یحیی خشم داشت. در ظاهر آروم بود، اما التهابی آشنا داشت. صدایی که شنیده بود اونو موظف میکرد که آروم نباشه. تهدید و وقاحت رو تحمل نداشت. از حالا به بعد دیگه نمیتونست آروم به خدمت خودش ادامه بده. اون خبردار بود. سلام یحیی جان. یحیی جان میخوام بیام دنبالت. هنوز تو بیمارستان مال خدمتتی؟ آره هستم. میخوام بریم خونه مامانت. موافقی؟ باشه؟ باشه ممنون. بازم حواسش نیست. مثل این چند روز گذشته. نمیدونم به چی فکر میکنه و نمیخوام خودم هیچ حدسی بزنم که به چی فکر میکنه. اما فقط نگرانم. همین. میگم بیا عروسی رو تو باغ بگیریم. همین باقی که مامانت اینا هستن، میز و صندلی و چراغونی و به صرف شام و شیرینی. از این چراغ کوچیکا بگیریم بچسبونیم به درخت ها. خوب میشه آنه؟ یحیی جونم حواست نیست؟ داشتم حرف میزده واسه شنیدی؟ نه ببخشید نبودم اینجا. ببخشید میخوای من بشینم پشت فرمون؟ آره اگه بشه لطف کن بزنم به هم.
نمیاد. چرا؟ بری. یحیی هنوز رو من حساب نمی کنی. هنوزم گمون میکنی باید از من چیزی رو پنهون کنی. هنوز فکر میکنی من آمادگی شنیدن بعضی چیزا رو ندارم. شیرینی رو به نظرم نمیتونیم ولی شام خودمون بپزیم. یحیی چند باره صدای خط و نشونای دشمن شنید، صدای تهدیدها و رجزها، صدایی که میشنید احتیاج به پاسخ داشت. نمیتونست بشینه تا هر صدایی بی جواب بمونه. خب اونو باید خودش انتخاب کنه. آن مشتبا یه آقای رو میشناخت وسایل صندلی و میز و اینه برای جشن. آره آره میشناسه، یکی از دوستاشه، بهش میگم بره. دارم میبینمت. این چه اتفاقیه که نمیتونی بیقراری تو پنهون کنی؟ چی داری گوش میدی؟ چی شده؟ حالتو میفهمم یلدا، اما من این روزا مسئله دیگه ای دارم. من حالا از چیزی خبر دارم که برام وظیفه ایجاد میکنه. نگران این حال و این سکوتهای من نباش. چی دوست داره چی دوست ندارم. آره پس شد کیک شکلاتی و قیمه سیب زمینی ترکیبی میده. سیب زمینی خودم مصد درست میکنم عزیز. من برم یه چی برای شما آماده کنم. کیمیا پاشو ببین محمد طاهر کجاست. ببین محمد طاهر کار خطرناک نکرده باشه. این صداییه که یحیی هنوز برات ارسال نکردم. شاید یه روز باید بفرستم تا بدونی که من همیشه حواسم بهت هست. من بازم اشتباه کردم. اول نفهمیدم که نگرانی تو چیه. حدسای دیگه ای زدم. از مادرت سوال درباره چیز دیگه ای کردم. بعد از اینکه فهمیدم تازه متوجه شدم که بازم دارم میشناسمت. دارم بیشتر میشناسمت. به مراسم و ازدواج و اینا صحبت میکنیم، یحیی خجالت میکشه؟ این که الان رفت و میگی؟ بله. نه یه خورده مخصوص به حیاس. آره منم همیشه همینجوری بود از بچگی؟ نه از بچگی میدونی یه خورده تو خودش بود، زیاد احساساتشو نشون نمیداد، کم حرف میزد. از بچگی از اینایی نبود که همش راجع به ازدواج و اینا صحبت میکنن، چون داداش من اینطوری بود، همش هی میگفتم دارم از این متنفرم با اون میخوام ازدواج کنم. نه من چیزی یادم نمیاد. نه میدونی موقعی هم که میخواست اقدام کنه برای خواستگاری شما، شهاب واسطه کرد دیگه. آه بله خوب هست، راست میگین. آخه الان دیگه دو دست لباس سربازی داره دیگه، یکی دیگه هم بهش تهیه کردیم. بعد بهش میگم که این دیگه بشور بپوش نباشه، من میبرم میشورم برات، اوتو میکنم. قبول نمیکنه. اخلاقش اینجوریه. آره. تو خونم هم اینجوریه. آره. میگه کار خودمو که میتونم انجام بدم دیگرانو به زحمت نندازم. اصلا نگران نباش، اینا همش دلوره های قبل از عروسیه. شام میمونی؟ من که باید برم. میموندی دیگه؟ قربونتون برم. من برم یه کمک به عزم بکنم. آقای دکتر یحیی سلام، یه فایل صوتی براتون میفرستم. این صدای پیامیه که احساس کردم شاید تو میخوای منم بدونم که تو چی شنیده بودی. تو به من این فرصت رو دادی؟ خودت اینو میخواستی؟
نمیدونم. سلام آقای دکتر ریایی، من پیغام شما رو به فرماندهی رسوندم. حالا یلدا مثل یحیی بود، اونم هر اون چه که از مناطق مرزی و رویدادهای اخیر و درگیری و اسارت باید میشنید و شنیده بود. اون متوجه اعلام آمادگی یحیی شده بود. حالا یلدا خبردار بود. تو خودت این فرصت رو به من دادی یحیی. حالا منم خبر دارم که چه اتفاقی افتاده. منم حال تو رو دارم و میدونم که تو فکر رفتن یحیی. این صدا بماند برای یادگاری.